الو، الو، سلام منصور خان، سلام علیکم آقای بارش، خوب هستی؟ در های من خدمت شما هستیم. خدمت از ما. شما مبارک، عید شما مبارک. شما چه هستیم. خبر آقا؟ کجایی؟ آقای یاسر میگفت که شمال تشریف دارید. حالا دیگه جایی دیگه نداریم بریم که کجا؟ شما قدم سر چشم، هر وقت خواستید ما در خدمتیم. خواهش میکنم. نه من این کارت آمریکا هم دارم، ولی با این دلار 60 تومن دیگه نمیشه، زورمون نمیرسه. شما که ماشاءالله از زور کم، این که ما بگیم یه چیزی. ما هم که ایران زندگی میکنیم، ریال در میاریم، نمیشه دلار خرج کنیم. ما ارادت داریم، ما خیلی مخلص شماییم. من هیچ وقت، من دو بار شما رو در زمان چی میگن گزارشگریم و اینا یادمه، همیشه توی موقعی که از کشتی و شما صحبت کردم اینو بدون اغراق میگم و 10 جا تیپا و نوارام هست، یعنی خودتونم میدونید. گفتم همه کنار دوشک، اکثر این مربیای ایرانی، حالا غیبتشون هم نباشه، میگویند که به کشتیگیرشون برو، دلاشو، مواظب باش. برزگر میگه به کشتیگیر چیکار بکن، بعدش بکن، بعدش بکن، بعدش بکن، بعدش بکن تا فن اجرا بشه. یعنی من هیچ وقت یادم نمیره که شما کشتی سیفخانی در اوکراین دور دوشک، عین موتور ماشاءالله راهنمایی میکردی و فنون رو از الف تا یا. کاشون کشتی رو باخته بودی ما رو بره میگردیم. والا همه قصه ها من سخوا از همون کشتی شروع شد، یعنی یه کشتی شد ولی حالا دیگه نمیدونستیم که این کشتی چه کشتی میشه. فکر کنم اون تنها باری بود که شما فرنگی کوچ کردی، درسته؟ آخه شبش اون رئیس فدراسیون آقای پرخاب، اون نایب رئیسش اون آقای حلاج بود، خیلی آدم با سوادی بود، با رئیس حراست یه آقای بود به نام آقای بهشتی، یه دست هم نداشتن. منصور خان میشه یه کمی بلندتر صحبت کنی؟ بله چرا نمیشه. گفتن بیا فردا ما یه کشتی حساس داری، تو باید این رو کوچ کنی. گفتم آخه من که فرنگ کار نیستم. گفتن نه ما به بهبودی ها اعتماد نداریم، این میبازه آبرو ما میره. تا اون موقع هم مسئله اسرائیل و ایران انقدر حساس نبود. نه اصلا هیچ کی تو از اون تاریخ حساس شد. خلاصه اون کوچی رو بردیم و یافه دیم روز فینال یک مینوبوس آدم ریخت اونجا و آوی عل شده بل شده. شما به عنوان اعتراض برگردیم که منم دیگه هرچی دلم میخواست گفتم حسن اونجا منو ممنوع کنیش کردم دیگه. بعد همه چیز از اونجا شروع شد دیگه. آقا وارث ما اگه یاد باشه سال سی ما دیگه ما رو ممنوع چیز شدن با که سهول هم منو ممنوع کنیش کردن. بعد که از فرودگاه منه برگرد که تو مجلس بعد شده بود که شما چرا این کار رو میکنید و فلان. آقای خلخالی هم برای میکنش اونجا بلند شده از این موضوع دفاع کرده بود که شما این کار نکنید، دیگه هم این کار نکردم. بعد دوباره ما رو آوردم بعد به زور ما رو دوباره آقای قفوری سر آورد مرادی تیم نگیشدیم. سال 95 منو به عنوان بهترین کوچ دنیا فیلا انتخاب کرد. بعدم آقای طالقانی رئیس فدراسیون بود توی چیز سال 2001-2002 بود اسم ما رو میده و منو به عنوان 5 تا کوچ دنیا جز مربیان فیلا انتخاب میکنن. بابا دیگه کاری که باید بشه اونا نمیفهمن دیگه، ما میفهمیم با عقلمون زیاد. البته من یه توضیح فقط برای بینندگان عزیز بدم که متاسفانه شرایط
تصویری جور نشد. حالا انشاءالله آقای برزگرد تو شرایطی که اسکایپ و ایناشون رو وصل کردن یه بارم حالا چند دقیقه تصویری باشون صحبت میکنیم. منتها من دیدم این فرصت به خصوص با توجه به این مسائلی که مربوط به کشتی روز هست مغتنمه و زمان زیادی هم نمانده، خواستم حتما با استاد یک صحبت اساسی در این مورد هم داشته باشیم. من گفتم دو بار من شما رو دیدم که از نزدیک کوچ کردید، یکی همون کیف بود و بعدیش 2000 سیدنی بود که همین آقای دبیر برای فینال کشتی میگرفت و شما کنار دوشک فکر میکنم با آقای فرحوشی بودید و باز اون کشتی را ما تونستیم به راحتی در واقع ببریم. و خلاصه من که آقای برزگر خیلی به شما مینازم وقتی صحبت کشتی میشه، این در یک کلام اینو از این قوی تر نمیتونستم حرفمو بزنم و خدا انشاءالله شما رو حفظ میکنم. من شما تشکر میکنم. البته من اگه بگم میشه خود تعریف کردم، ولی اون چی که مسلمه آلوارس ما من چندین بار اشتباه کردم در آستانه المپیک، من آوردن هی گفتن بیا تیم رو تو ببر. برای اینکه یه تیم ساخته بشه احتیاج به زمان داره. ما اگر در المپیک آتلانتا تونستیم بعد از چندین سال 1995 تیم ما دوم شد، ما باید اگر مسابقات تو المپیک تو آتلانتا نبود ما شاید مدالای بیشتری میگرفتیم، ولی اومش مسائل دست به دست هم داد که ما تو اون المپیک آتلانتا اون نتیجه مطلوب نگرفتیم، ولی ما 8 قهرمان جهان تو تیممون داشتیم. خیلی جالب بود، من اون تیم خیلی کار کرده بودم. بعد از اونم هم تو سیدنی هم تو آتن در آسانهاش من آوردن. و یه عرضی هم داشتم که کشور ما اصلا المپیکی نیست. در آسانه المپیک رئیس سازمان عوض میکنن، در آسانه المپیک رئیس فدراسیون عوض میکنیم، در آسانه المپیک مربی عوض میکنیم. میخواییم بریم جام جهانی، برای اینکه یه پولی رو جام جا کنیم میریم پیادیش رو میاریم، در صورتی که بابا تو یک با چطور میشه آدم همه رو ببینه همه رو بشناسه. دنیا عقلش نمیرسه برای هر برنامهش 4 ساله برنامه ریزی میکنه. ما خب خیلی آقلیم و به همه چی هم واقفیم، میاییم هر وقت دلمون خواسته یکی رو میاریم، هر وقت دلمون خواسته یکی رو میبریم. منصور خان، راجع به این که گفتید المپیکی نیستیم، من اصلا میخوام بگم جامعه هم اونقدر اهمیت المپیکو در نیافته شاید. یعنی اینجا جزء مقامات، یعنی جزء تایتل ها، جزء تیترایی که به آدما میدن و خیلی مهمه، این مثل سرک انگلیسی ها میگن. اینجا با مدال المپیک و حتی کسی که المپیک رفته و مدالی هم نگرفته به شکل کاملا ویژه‌ای نگاه میکنن. این حرفی که جناب عالی میزنید و با همه وجودم تو این 50 و خورده سالی که ورزش رو دنبال میکنم حس کردم که کلن جامعه ما هم المپیکی نیست. اصلا اگه دقت بفرمایید زمان المپیک برای مثلا یک یا دو تا کشتی ممکنه عکس العملی نشون بدن. من با شما 100% موافقم که این جامعه کشتی ما، نمیخوام بگم امثال چون خیلی نیست تعداد برزگرا، یعنی من که حداقل نمیشناسم، حالا احتمال داره که باشه ولی من به شخصه نمیشناسم، به خصوص که سالهای زیادی هم دور بودم، اصلا نمیدونه با کی طرفه. من اینو کی فهمیدم، یعنی همیشه میدونستم، یه مصاحبه ای از شما خواندم که حالا یه تیکه هم روش تهیه کردم که یه جایی همین مصاحبه هم خواهم آوردش، که شما گفته بودید که کشتی یزدانی و تیلر یه کشتی ملی شده، یک موضوع ملی شده، و پیشنهاد داده بودید که بیان. بعد یادمه که گفته بودید که این کار یه نفر نیست، توفیق
این قهرمان در مقابل تیلر و باید یک گروهی تشکیل بشه، حتی با متواضعانه به قول معروف و به قول من حداقل، چون خیلیه که شما تو این سن و سال یک همچین پیشنهادی رو بدید. پیشنهاد داده بودید که منم حاضرم بیام بشینیم، حتی گفته بودید خود دبیرم اهل کشتی بیاد. چقدر به این پیشنهاد جناب علی توجه شد؟ اول میخواستم اینو بدونم. آقای وارث، اگه قرار بود به حرفا توجه بشه شاید الان دلار 62 تومن نبود. ببینید، ما متاسفانه، من البته هیچ عبایی ندارم چون وابستگی به هیچ حزب و هیچ گروهی و هیچ جایی ندارم، به حرفامون میزنم، حتی تو تلویزیون خودمونم میگم. همینجور که شما اینو حس کردید، تون بردیدید، اولمپیان یک موضوعیه که هر کسی نمیتونه بره تو المپیک شرکت کنه، هر 4 سال یک باره و ارزش بسیار زیاد داره، به خصوص مدالش. کاملا. ما الان آقای یزدانی چند مسئله داره. یکی این که ما در کشتی 2 طلایه نداریم، 2 طلایه. منصور خواه، اگر ممکنه اون بخش اول، میترسم یادتون بره، خیلی برای من مهمه که ببینم. البته گفتید که توجه نکردن، ولی یعنی هیچ حرفی نزدن، هیچ پیشنهادی، هیچ چیزی نگفتن. عرض میکنم خدمت، اولا که توجهی نکردن هیچی، بعد خب رئیس سرمربی تیم ملی هم عوض شد، متاسفانه ما نمیاد اندازه ها رو. یه چیزی بگم آقای وارد، من دیدم وقتی ژاپنیا میان مسابقه جهانی، یک گروه هم باهاشون میان، برای اصلا کاری به تیم ندارن، فیلم برداری میکنن، عکس میگیرن، بعد میان روش کار میکنن. آمریکایی هم همینجور، روس هم همینجور. ما تنها چیزی که نداریم یک گروه آنالیزوره، آنالیزور نداریم، یه مربی. من خودم بچه هایی که با من کار کردن دیدم، هم آنالیزور بودم، هم نمیدونم کوچ بودم، هم فن، همه چی رو از یه نفر میخواد. آبا یک نفر، یه مغزه، یک گروه هست. بعد متاسفانه به اون حرف که هیچ اعتنایی نکردن و هیچ توجهی نشد، همون زیری هم که گفتید، این کشتی یه حالت ملی پیدا کرده، چه اونایی که با آمریکا موافقن، چه اونایی که مخالفن، دوست دارن یزدانی ببره. بعد دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما در کشتی 2 طلایه نداریم، حتی تختی هم یه طلا نقره برنز داره، یه طلایه داریم، مدالای زیاد هم داریم، ولی 2 طلایه نداریم. اگر آقای حسن یزدانی تیلر ببره 2 طلایه بشه، باور نمی‌کنید، با هر کجا میریم، تو بقالی میریم، دوبایی میریم، دکتر میریم، صحبت همین کشتی آقای یزدانی با آقای تیلر، دنیا هم روش افتاد شده. یزدانی الان با یک موضوع دیگه مواجه شده که به نظر من اون موضوع هم خیلی موضوع مهمیه. من خیلی دلم میخواد نظر جنابالی رو روی اینم بپرسم. بسیار صحبت هست از کامران قاسمپور که شنیدم که مربیش به نوعی تلویحاً گفته که شاید بخواد بیاد به وزن 86 کیلوگرم. این تلقی رو، این فضای مجازی، البته من دنبال کردم، یکی از دلایل عمده که با شما الان مدتی میخوام صحبت کنم اینه که شما آدمی هستی که تو کشتل، غیر از اینکه خیلی بلدی، من هیچ وقت کلام خلاف و دروغ و هیچ چی نشنیدم و در واقع به کتاب مورد نظر خودم مراجعه کردم. میخوام ببینم اولا میگویند که قاسمپور مثلا اگه بیاد توی انتخابی اینا شرکت کنه، این روال انتخابی و قوانین انتخابی رو زیر پا گذاشتن. بعد الان یه جوری شده، به خصوص توی این چند روز اخیر، میبینم که مربی یزدانی یه چیزی میگه، مربی قاسمپور یه چیزی میگه، و من از همین الان احساس میکنم که به هر دوی این جوونا داره به نوعی لطمه میخوره. شما نظرتون در این مقوله کلن چی هست؟ والا من که با تیم کار نمی کنم، نمیدونم. نه نه، از لحاظ فنی عرض نمی کنم. عرض می کنم خدا. بله بفهم. عرض می کنم خدا. نمیتونم نظر بدم. ولی بهتره
آقای کامران قاسم‌پور رو قبل از اینکه بیارن تو انتخابی توی این مسابقاتی مثل یاشار‌دوغور مثل اینا میگفتم 86 تا آزمایش میکردن. بله. ببینن آیا واقعا این 4 کیلو که کم میکنه، آخه 1 کیلو اینی 1 کیلو کم میکنه اثر میذاره روش، یکی 10 کیلو کم میکنه اثر نمیذاره روش. ببینن اصلا ایشون میتونه 86 کشتی بگیره بعد راجبش صحبت بشه. حتی هم دو تا مسابقه بین المللی مسابقاتی که هست، جام جهانی که هست، ببرنش 86 آزمایشش کنن. اینا بردن 96 آزمایشش کردن و معلوم شد که زورش به هیچ وقت تو 96 نمیرسه. به نظر من باید اینجا آزمایش باشه و بعد صحبتش باشه. بعد حالا من نمیخوام برم توی این جزئیاتی که مثلا به نظر شما اصلا چرا این بحث ناغافل به نوعی پیش آمده و من مطمئنم که این بحث نه به نفع قاسم‌پوره و نه به نفع حسن یزدانی و در نتیجه به نفع کشتی هم نیست و به خاطر همینم من زیاد اینو دامنش نمیزنم، فقط میخواستم نظر شما رو بپرسم که آیا روندی که داره جلو میره؟ نظر شما نه، اصلا الان کلیه حرفایی که توی جامعه کشتی هست و هر جا که میری صحبت کشتی هست این نظر رو میدن، نه نظر کلیه. اوکی. نه من دیدم، البته تایید میکنم فرمایش شما رو، منتها خب بالاخره دیدم مربی قاسم پور به هر حال یه صحبتی کرده بود که فدراسیون تصمیم میگیره و من فلان و اینا، ولی من میخواستم مطمئن بشم که چون یه عده میگن خب اگه فدراسیون هم تصمیم بگیره نمیتونه همینجوری آقای قاسم پور رو بدون هیچ آزمایشی بدون هیچ مسابقه برداره ببره. در هر صورت آقای یزدانی هست، کشتیگیرهای دیگه هم هستن. حالا آقای برزگر ما اصلا بیاییم از این بحث بیاییم بیرون بگیم آقا چرا حسن یزدانی به ایشون میبازه؟ همه میگن بره ببردش، من میگم چیکار کنیم نبازی، اول جلو باختمون رو بگیریم بریم نقاط قوت های آقای تیدور چیه، نقاط قوت های آقای حسن یزدانی چیه، کجا دفاعش چجوریه، چرا اون هر دفعه میاد سیستمش و فرمش رو عوض میکنه، حسن یزدانی فقط با یه فرم کشتی میگیره. اینا رو بیان یه بررسی کنن، احتیاج به یه گروه، یه کشتیگیری داشتیم به نام آقای علیرضا حیدری 4 بار با آقای کوتاه‌ریزه باخته بود. بله المپیک آتن ما کاری کردیم بردش، که همه هنوز هم میگن خب بیان یه بررسی کنن. الان بازم حداقل 5-6 ماه وقت هست رو کشتی تیلور یه گروه بشینن کار کنن، اصلا بعضی گرم بزن خودشون آیا این کاری میکنن؟ یا آقایی که مربی تیم ملی همه چی رو میدونه تعهد بده که این کاری میکنن؟ دلیدن که الان مربی منصور خان، مربی آقای یزدانی گفته که من رو بگذارید. اولا میخواستم ببینم شما در مجموع با همراه شدن مربی هر کشتیگیری غیر از سرمربی تیم ملی نظر مساعد داری؟ یعنی فکر کنید تجربه خوبی است، تجربه درستی است؟ نه، ببینید کشتی یک مسئله خیلی حساسیه، کشتی یک ورزش کاملیه. حالا اگه مربیش ادعا میکنه منو بذارید میبره، خب بیا تعهد بده بذاره، چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، هم از نظر روحی هم از نظر روانی خیلی فرق میکنه. با آقای خود حسن یزدانی به مربی خودش اعتقاد داره. ایشان میگوید که خود آقای یزدانی پیشنهاد داده که، و من واقعا فکر میکنم که اگر واقعا حسن یزدانی یه درخواست داره که آقای مسلمی بیاد و منو کوچ کنه، این حداقل کاری است که فدراسیون میتونه براش بکنه. یعنی بله اصلا به مربی های اگر ما این بها رو بدیم که مربی بتونه باور، اگه بتونه که کوچ کنه این بره اون رو ببره، چرا که نکنه؟ ببینید من اینجا فکر میکنم شما احتمالا با من موافق هستید که اینجا
ما باید تصمیم گیری رو برای انتخاب مربی به حسن یزدانی واگذار کنیم. یعنی این بهترین کشتی حساس رو بله بگی آقا چون اون اونه که باید احساس امنیت کنه، احساس این باشه که احساس اینو بکنه که به کنار تو شک میتونه به کنار تو شک میتونه اعتماد بکنه، میدونه تو همه چیز. یعنی واقعا فدراسیون اگه این کار نکنه خیلی کار اشتباهی کرده. حالا به قول شما من یه جنبندی بکنم شما نظرتون این است که آقای قاسمپور در صورتی که در یکی از این مسابقات به هر حال نیمه رسمی مثل یا شاردوغو و اینا شرکت بکنه، اگر توفیقی داشت اون موقع میتونه مدعی باشه برای اینکه با آقای یزدانی هم مثلا احتمالاً یک کشتی بگیره، وگرنه بهتر است که ما آقای یزدانی رو اعزام بکنیم و بهتر است که آقای مسلمی مربیش باشه. درست این جنبندی من؟ برای من بله مسئله این نداره. اگه واقعا آقای چی تعهد بده که این حتما میبره؟ خب آخه ببینید منظور خواهد، شما خودت باشه کی میتونه تعهد بده؟ آخه اینم خودش یه نظریه است دیگه، ایشالله که بتونه اگه قانون درست بشه ایشالله. بعد بعدم همه کشتیگیرا میگن اگه مربی من بود بعد 10 تا مربی ببرید. من برای همین سوال کرد. خب بله اینم خودش خیلی نکته مهمیه. به نظر شما من البته اگر که مثلا البته میشه اونم بود در کنار آقای کاوه که الان سرمربیه برن با هم اونجا کنار دوشک کچ بکنم. خب ولی نهایتا باید یکی سرمربی باشه دیگه، نمیشه که شما ببینید سرمربی هیچ مهم نیست، نهایتا اینه که تو اون یک کشتی آقای مربی آقای یزدانی با آقای کاوه با هم میشینن ولی اون کوچ میکنه. میگم به هر حال به قول شما اون که قرار راهنمایی بکن باید یه بررسی بکنه ببینه اگر چجوری بتونه که از وجودش استفاده کنه. من فکر کنم مسئولیت بسیار مهمی عهده فدراسیون کشتیه. من امیدوارم که با این موضوع سرسری برخورد نکنن، دقت بکنن. به اعتقاد من، البته در حضور شما من این حرفا رو میزنم خودم خجالت میکشم، اما احساس بکنن که میکنم. احساس بکنن شما بالاخره مفسر کشتید، همه اطلاعات دارید. آخه فردوسی گفت دوستان یعنی بود در سیستان، من اون رو کردم شستان داستان. اگر خبرنگارا نباشن ننیمیستن نگن مردم چه میدونن آقای حسن یزدانی کی آقای بردیگر کی؟ این شما هایید که زحمت بکشید. بزرگوارید. به هر حال از لحاظ فنی و دید دقیق به مسائل کشتی، خب من که هیچی، کمتر کسی میتونه حریف شما بشه. به خاطر همین من یه سوال دیگه هم از شما بکنم، بعد آقای یاسر میخواد یه سوال از شما بکنه و بعدم میخواستم صحبت پایانی رو خودتون بفهمید. این سوالی که میکنم، من میدونی که ایران هم نیستم خیلی دقیق نمیدانم، ولی انقدر حرفایی میشنوم که فدراسیون فلانی خوب بوده فدراسیون. شما عمل کرده آقای دبیر رو چگونه میبینی؟ آقای علیرضا دبیر من 61 ساله تو کشتیم، 62 ساله تو کشتیم، جز شاگرد خوب هم بودم، نمیگم از هم بهتر یا بدتر بودم، من جز شاگرد های خوب بودم. ما تو هیچ فدراسیونی از نظر ساخت ساز در اندازه آقای دبیر نداشتیم و از نظر خب المپیک مدیریت هم داره، فقط از نظر گفتاری و رفتاری اعمالش یه جوری رفتار میکنه که همه ماها رفتیم زیر سوال. و این خب یه ماش موضع گیری هایی که میکنه، حرفایی که میزنه، این کاراش دیپلمات نیست. رئیس فدراسیون باید دیپلمات هم باشه، متاسفانه اون نیست. ولی بقیه بخواییم ساخت و ساز بگیم، شاید تو تاریخ کشتی ایران کسی به اندازه ایشون واسه کشتی ساخت و ساز و از این نظر تو اردوهایی که میداره و یه مثلا رفتارش برای اینه که پول بیاره بعد این، ولی خب فقط اون گفتاراش و ایناش رو که دیگه خوره جمع جور کنه. بالاخره ایشون هم از خانواده کشتی
بزرگوارید. مسعود خان، آقای احمد یاسر روی خط هستند، ایشون البته به شما نزدیکتره نسبت به من. یه سوالم ایشون دارن از شما بپرسم، بعد من یه سوال کوچولوی پایانی دارم و دیگه بیشتر از این مزاحم وقتتون نمیشم. یاسر جان بفرمایید. یاسر جان یه لحظه اجازه بدید که من این گوشیمو بردارم که منصور صدای شما رو بتونه بشنوه، و الا که نمیتونن بشنون. یه لحظه خواهش میکنم. عجب این داستانی این تکنولوژی. حیف شد منصور خان اسکایپ تو درست نشد، دلم بخواست اون چشمای خوش رنگ تو ببینم بعد از سالها. ما تو این یکی خیلی ضعیفیم. نه این شما خودت حتما میدونی که شما میگم شما خودت حتما میدونی که قیافه خاصی داری. من قدیما یادم تهران بودم میگفتم منصور برزگر شکل پل نیومنه. اصلا من جوونیام همه منو پل نیومن صدا. خدا خیرت بده، بس من اشتباه نکردم. حسابی خود گربه روی شیروانی داغ وقتی که میبینم یاد منصور برزگر میفتم. آقای یاسر بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت استاد برزگر. آقای برزگر صدای یاسر رو میشنوید؟ بله، منم خدمت ایشون سلام میکنم و آرزو سلامتی و تندرستی و سال خوش آرزو دارم. زنده باشید استاد برزگر. استاد برزگر انقدر قشنگ صحبت کردن جناب وارث، آدم سوالایی که تو ذهنش هست همینجوری میاد رد میشه، انگار همه سوالا رو جواب دادن. حالا من استاد برزگر گفتی پل نیومن رفتی تو فیلم، حالا نمیخوایم وارد سینما بشیم، اما یه جایی من خوندم، خب حریف جناب برزگر خودش یه حریف قدری داشت به نام داته چیچی رو، داته ژاپنی. من همه اینا رو فیلم ها رو دیدم، 1976 مونتال و 1972 به این رفت. اما در کوچ بی نظیرن و به قول جناب وارث که میگن رو دست نداره. یه جایی گفتگو کرده بودن آقای برزگر، گفتن اگر حسن یزدانی حرف من حرف گوش بده اینو بر تیلو غلبه کنه. با توجه به اینکه الان صحبتشون رو گوش دادم که گفتن یک کشتی ملی شده و هر جا هم میرن مردم ازشون سوال میکنن و راجع به کامران قاسمپور هم گفتن، سوال اولم اینه که خودشون دلن دوست دارن که تو وزن 86 چه کسی بره؟ اصلا دلی دوست داره چه کسی بره تو کشتی؟ اصولا بهترین نفری که بتونه واسه مملکت من مدال بگیره و اگر بتونه اول بشه و سرود ملی ما رو بتونه اونجا بدن. دومی که آقا باید بررسی و این مربی تیم ملی که میتونه تصمیم بگیره نظر من نیست که ما باید ببینیم آقای حسن یزدانی آماده بشه مدالش یا طلاست یا نقره اگر توی گروه بیافتن میشه باید چه 100%. آیا آقای قاسمپور بحث کم بکنه ببینیم میتونه بدون آزمایش بدون بررسی کردن جواب این سوالا رو اصلا نمیشه داد. باید بررسی بشه و کسانی که نزدیک به حساب برین برن تمرین ها رو میبینن بعد واری میبینن میتونن بذارن کنن. از دور نمیشه چشتا به من میبینی من راجع فلانیه بگو بشه نمیشه اینجوری. ممنون جناب برزگر. یک سوال هم داشتم من، چون تاریخ کشتی رو من مرور میکنم جناب برزگر، حالا خودتون حدیث دیگه این برنامه در خودتون جناب، خیلی های چیزایی میگن تاریخ مورخین کشتی، حریف شما من اصلا رفتی به چیز نداره، مال دوره کشتی خودتون، شما حریفتون جاته بود، زیلر بود، زیدی که امریکایی بود، سخت ترین حریفتون چی بود؟ چه کسی بود جناب برزگر؟ برای خودم میخوام بپرسم. من نمیتونم میگم سخت ترین یا سواد ترین، همه حریف های ما خوب بودن اون دوره که من کشتی میگرفتم. خب زیدر آلمان بود، نمیدونم همون بزیک آمریکایی بود، داته بود، داته سال قبلش بعد دربش کردم، سال بعد اون تمام حرکت های منو حفظ شده بود، نشون میداد که یک سال تمام کارهای من کار کرده.
خب آشورالیو بود که یه خاطره بگم، حالا بستن نگیریم. ما رفته بودیم داغستان، آقای آشورالیو نماینده شهر اونجا بود، ما رو دعوت کرد، تیم رو دعوت کرد خونه شد و خانومش با ما معرفی کرد. ما آرزو داشتیم پسر داشته باشیم، پسرش رو داریم منصور، چون فقط تو کشتی که آشور میمد تو حساب میکردی و بقیه کاری نداشتیم. اینو همه خاطره است و همه حریفای من خوب بودن. بهترین حریف من محمد فرهنگدوست بود که از خود کشورمون بود، سه بار ما با هم مصاحبه شدیم و شاید با معرفت ترین و اسمش هم رو با فرهنگ ترین حریف من هم محمد فرهنگدوست بود، یادش باشه. خب مسعود خان، آدم شما رو که بعد از سالها در خدمتون هستم، خیلی دوست دارم که یه سوال که تو کشتی من تو فوتبال این سوال خیلی میکنن، اما تو کشتی معمولا این سوال مطرح نمیشه. فرض کنید که اوزان کشتی 57 و 65 و 74 و 86 و 97 و 125 بوده از اول تاریخ. میخوام تیم منتخب آقا منصور برزگر رو ببینم که کیا توشن. بالا ما کشتیگیرهای دیگری داشتیم هر کدوم. دیگه مجبورید متاسفانه یه دونه بگید تو هر عزمی، سختیش هم تو همینه دیگه. در دوره ای که تختی میگرفت، تختی از نظر مدال بود، همون دوره سیفون تو سه وزن مدال گرفت. یعنی تختی رو میذارید حتما 97 کیلو، درسته؟ بله دیگه، تختی 97 کیلو بود، سه پول 93 تا بود، عبدالله با وحید 68 کیلو بود، اون وقت چند نه 70 تا بود، بعد اومد 68. بله بله. بعد آقای مهدی‌زاده بود، آقای خب آخه ایداری که خب منم که هیچی از کشتی سرم نمیشه، همینجوری جواب میدم. من میخوام منصور برزگر گل قضیه رو بگه. هر دوره یک گروه بابا تو فوتبالم میپرسن دیگه این سوالو. خب من مثلا هر کی بخواد تیم دنیا تیم فوتبال ارنج کنه، پله توشه، مارادونا توشه، یه دو سه چهار تا هستن که عقاید روش مختلفه. من میخواستم شما رو بدونم مثلا 57 کیلو عبدالله موحد بوده، تختی بوده، بهپول بوده، محمد قربانی بود 52 کیلو، خیلی خوب بود. بله. و شمس‌الدین صد عباسی بود. یعنی شما از آدمای بعد از 57 هیچ کس رو نمیذارید تو تیم منتخبت ها؟ نه، بعد 57 چه بخواهیم؟ نه، من تاریخ کشتی ایران رو دارم میپرسم. من نمیتونم جواب شما بازوش بکن. میدونستم سخته، چون برعکس فوتبال که ستاره ها خوب خوبا توش کمن، کشتی خوب تو باش زیادن. من مثلا معلوم، ببخشید شما راجع به انتخابی اینا گفتی، شما که حتما بهتر از من یادتونه، من اون انتخابی های سالون ممرزاشا رو که چه میدونم سرداری و سیفپور و سید عباسی و فرخیان و اینا، این سالون جای سوزن انداز توش نبود، از مسابقات جهانی هیجان انگیزتر بود. بله. الان چرا انتخابی اینجوری ما نداریم؟ وقتی میگن کشتی مال ما ایرانی‌هاست، نه با این محیط جغرافیایی، اون محیط جغرافیای قدیم کشتی تو خون و ریشه اصلا فرهنگی داره تو معلومه. شما تو شاهنامه رو میخونی آخرش به کشتی ختم میشه. مردم با کشتی رو زیاد دوست دارن. سالن 12,000 نفره رو واسه کشتی درست کردن که 20,000 تماشاچی میومد اونجا. بله. الان اگر نداره به خاطر اینکه
اون رقابت های داخلی دیگه نیست. اصلا حسن یزدانی میاد نفر دومی نداره اینا. ولی اون زمان شما پشتی سکبور و سرداری و سدباسی فقط واسه همین کشتی ببین چقدر چیز. بله ما اصلا میرفتیم سالون اینا رو ببین. مثلا خود همین عبدالله موحد من تو دنیا ندیدم کسی مثل کاظم غلامی با این کشتی بگیره. بعد خوب کشتی میگرفتن با بعد کاظم غلامی بود. این کشتی همه هفتاد همه نزدیک نه. همه نزدیک. بله همین ابراهیم جوادی خودمون با مثلا اسلامی چقدر کشتی های خوبی و نزدیکی میگرفتن. یعنی کشتی ترند ورزش ایران بود. مثلا کیان ورزشی دیگه حداقل یه هفته در میون یه عکس کشتی رو جلدش بود. اصلا من یادم نمیره ایش وقت دو دفعه عکس برخورد میشه. دفعه با آقای خادم در برمد خادم به صورت پدر رمان بله. امیر کشتی گرفتم عکسم رو داشته. دفعه با علی محمد مومنی کشتی میگرفتم اونم عکس من رو داشتم. ایچه با جناب ورزگر الان اسم کیان ورزشی دنیای ورزش بودن من در اون مجموعه با ایشون گفتگو کردم و با تمام بچه های 1988 المپیک یه گفتگو داشتم. آقای توتچی، آقای عیدزا سلیمانی که بچه محلمون بود دیوار به دیوار خونهشون بود. آقای ورزگر ما میدیدیم به هر حال بچه همون منطقه ما بود. ما همیشه هم افتخار میکردیم تو محلمون منطقه‌مون منصور برزگر داریم، علیرضا سلیمانی زنده‌باد پهلوان باشی داریم و پوز می‌دادیم. اما الان گفتن یه عکسم با آقای خادم بود. این حالا سوال خواستم از خودشون بود نظرشون راجع به کارهای رسمی خادم چیه؟ الان این فضای مجازی پر شده از کارهای خیریه رسول خادم. نظر من راجع به آقای رسول خادم اینه که آقای رسول خادم یه اسطوره است. چه زمانی که کشتی میگیره چه حالا که کشتی نمیگیره. این پهلوان از 14-15 سال دی اومد اردو. سال 83 بود مسابقات 22 بهمن بود در بندرعباس. ایشون یکی از نمونه ها از نظر رفتاری از نظر گفتاری. دو دوره شورای شهر بود یک نقطه بهش نچسید بگم اینجا رو گرفته و اون پول رو گرفته و از نظر صداقت و مردمی نمونه. الان هم که تو جامعه همه جا که اونایی که حقیقت رو بخوان بگن از رسول خادم صحبت میکنن. حالا اونایی که دنبال پست و مقام و فلانی من اونا رو من کاری ندارم. رسول خادم یه نمونه است و شاید هم به 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 مسعود خان شما میدونستی اولین کشتی نونهالان رسول خادم رو من گزارش کردم تو اون سالن شهید افراسیابیه فکر کنم اسمش و آره سال 80 به که اومد اومدن اردو 48 گرفت بعد اومد تو برده بارد. من یه چیزی حالا صحبت رسول شد اون چیزی که من خیلی دوست دارم از رسول حالا کارهایی که میکنه اینا یه زاویه دیگه یه اونو میشه روش خیلی ها خیلی صحبت کرد. اما یه چیزی که خیلی دوست دارم این اینستاگرامشه. شاید تنها قهرمانیه که یعنی ورزشکار مشهوریه که آدم و اون کسی به پستاش مراجعه میکنه رو به فکر میاندازه. یعنی یه لحظه آدم بله یه لحظه آدم مکس میکنه. من چقدر حیفم میاد که مدال طلای المپیک او رو آمریکا نبودم و توی اون صحنه حضور نداشتم. همیشه وقتی اون کشتی رو میبینم میگم ای کاش که من هیچ کشتی رو ندیده بودم این کشتی رو میدیدم. من دیگه مزاحمتون نمیشم. آقای یاسر فقط میخوان یه خداحافظی بکنن و قربون شما برم. استاد ورزگر عزیز افتخار ما افتخار ورزش ما استاد ورزگر عزیز. بچه دیزی های خوبی هم میذارن ها. من دیزیشون رو خوردم دفترشون. خیلی هم مهمون نواز و سفره دارن جناب استاد ورزگر. امیدوارم که در سال جدید
استاد برزگر سلامت باشن و سایه‌شون همیشه بر سر ورزش ایران باشه. منم آرزوی سلامتی واسه شما همه هم بیهنانم دارم. انشالله سال خوبی باشه و ما از این بلاها نجات پیدا کنیم. مرسی محسوب خان، بازم تشکر میکنم، خدا نگهدارتون. منصور برزگر میگوید قبلا هم گفته بودم خوب است از بین کسانی که خودشان قبولشان دارند، منظورش فدراسیون حتما، کارگروهی تشکیل دهند و در این باره صحبت شود. مسئله مهم این است که تیلر هر بار به مسافه یزدانی می آید سبکش را عوض می کند. کشتی امسال تیلر با کشتی 3 سال گذشته و کشتی سال گذشته با مبارزه قبلتر با هم تفاوت داشتند. می گوید اینکه بخواهم دقیقا توضیح دهم او هر کشتی چطور سبک مبارزه اش را تغییر داده مناسب یک مصاحبه نیست. اما ببینید حسن یزدانی نمی توانست پشت تیلر برود. چه تغییری در کار ایجاد شده بود؟ اینها همه زمانبر است. یک گروه از خبرگان کشتی تشکیل دهند، خودش و مربیش هم بیایند آنالیز کنند. اگر من هم میتوانم کمک کنم بگویند و بنشینیم. خود دبیر هم اهل کشتی است، او هم باشد در آن جلسه. منصور برزگر میگوید همه مردم منتظرند یزدانی بتواند یک برد خوب مقابل دیوید تیلر بیاورد. میگوید الان کشتی حسن یزدانی با دیوید تیلر یک مسئله ملی شده است. من نمیدانم چرا این اتفاق افتاده، اما هر جا می روی صحبت از این کشتی است. یعنی این طور شده که اگر همه تیم ببرند و یا همه تیم ببازند مهم نیست، همه فقط دنبال کشتی یزدانی با تیلر هستند و می خواهند او ببرد. این کشتی الان برای ما جنبه ملی پیدا کرده است. جمله کلیدی که آقای برزگر میگویند این کشتی الان برای ما جنبه ملی پیدا کرده است. هر چیزی که ملی شد یک اهمیت عمومی طبیعتاً پیدا کرده. اگه شما با این گروهی که هستن مخالفین که همش دائم هست دیگه مسخره میکنن، نمیدونم میگن این اینجوریه، دبیر اونجوریه، درستکار اونجوریه، اگرم موافقی که خیلی تعریف میکنن دبیر اونجوریه، درستکار اونجوریه، دیگه اینجوری نیست که این بریگا میگن. آقای برزگر احساس میکنه که اینجوری میتونه به یک موضوع ملی کمک بکنه. ما لازم نیست تو همه مسائل فکر کنیم که ما میتوانیم کمک کنیم. موضوعات ملی ربطی به حکومت و اینور و اونور نداره. اگه کسی کاری از دستش برمیاد موظفه که بکنه. حالا این موضوع خیلی ساده است. همه کسانی که دست اندرکار کشتی شدن، به خصوص کسانی که حالا دانایی خیلی زیادی هم شاید نداشته باشن، اگر هم داشته باشن که به کیلومترهای منصور برزگر هم نمیرسن، که در نتیجه خوبه به این راه حل یک مربی کار کشته من که در اون زمانهایی که مسابقات ایران رو بیشتر میرفتم و بودم مربی قوی تر از منصور برزگر ندیدم، داره راهنمایی میکنه. چند وقتی که 2024 المپیک پاریس هست، او میگه دلم میخواد یزدانی هم بالاخره برای اولین بار کشتی ما رو به وسیله یک نفر صاحب 2 طلای المپیک بکنه. ما یه 2 طلایی میخوایم که به گفته منصور برزگر نزدیکترین آدم که این شرایط رو ایجاد بکند حسن یزدانی است. منصور برزگر میگوید حالا دیگر مشخص شده یک نفر نمیتواند مشکل حسن یزدانی را برطرف کند. اگر این طور بود پژمان درستکار آن را حل می‌کرد. حسن یزدانی نباید اونطوری کشتی بگیرد که تیلر می‌خواهد و متاسفانه او در هر مبارزه بیشتر همان گونه شده که حریف آمریکایی می‌خواهد. آقای دبیر خیلی جا داره که مصاحبه آقای برزگر رو که او هم دعوت کرده از دبیر، میگه دبیر هم باشه، به این وجه بهش نگاه بکنه که موفقیت حسن یزدانی در مقابل دیوید تیلر دیگه به این آسانی نیست. آقای برزگر معتقده که کارگروه باید تشکیل بده. خب تشکیل بده دیگه آقای دبیر، خودت هم جزء کارگروه باش. در این کارگروه چقدر خوب رسول خادم هم دعوت بشه، کار ملی من مطمئنم او میاد. و
افراد دیگه‌ای که خودت هم میشناسی بهتر از من، هم با مشورت با آقای برزگر میتونی اون کارگروه رو کامل کنی و نتیجه شو در المپیک 2024 ببینیم که اگر این شکست رو بتونه گزدانی به تیلر بقبولاند، اوه همه خوشحال میشیم که دست اندرکاران کشور یک کار ملی رو به سرانجام مقصود رسوندن.